خوش آمدید امروز به برنامه مخصوص ما در مورد کتاب رومیان هر روز ما این جلسه رو خواهیم داشت و آیه به آیه از این کتاب خیلی مهم تدریس خواهیم کرد همگی خیلی خوش آمدید اگر از فیسبوک این برنامه رو میبینید لطفا شیر بکنید که دیگران هم بتونن برکت بگیرن قلم و کاغذ دستتون باشه ما وارد یه دروس مخصوصی شدیم میشه گفت دانشگاه رومیان درس جزئیات و متخصص این کتاب مقدس رو مطالعه بکنیم با هم خداوند تو رو در نام عزیز عیسی مسیح سپاس میگیم امروز که به ما این فرصت رو دادی که کلام تو رو دوباره مطالعه بکنیم و فهم روحانی به ما عطا بکن در نام عزیز عیسی مسیح از تو می طلبیم ای پدر از تو بسیار سپاس گذاریم به خاطر فیض عظیمت برای همه مقدسینه همه عزیزانی که این درس ها رو دنبال میکنن و در مسیح خداوند رشد میکنن در نام عزیز عیسی مسیح با سپاسگزاری می طلبیم آمین باز هم خیلی خوش آمدید به درس مخصوص ما کتاب رومیان رو ما میخوایم آیه به آیه تدریس بکنیم کتاب خیلی مهمیه این کتاب در حقیقت کتابیه که عهد جدید رو برای ما باز میکنه ما درک بکنیم خداوند برای ما در عهد جدید چه کار بزرگی انجام داده ولی قبل از اینکه شروع بکنیم یه آگهی مخصوصی میخوام بدم من ما امروز متوجه شدیم که یک نفری صفحه ای باز کرده همه عکس ما رو ورداشته عکس خونوادگی ما رو ورداشته و عکس دیگر رو ورداشته و صفحه ای به نام اینجا می به نام کشیش رضا صفا باز کرده که من هیچ وقت خودم و کشیش خطاب نمی کنم همینطور که اینجا می یه فردی که مثل که ایشون زدیت داره با شبانهای دیگه با کشیشهای دیگه و اینو باز کرده از اسم ما داره استفاده میکنه برای ضد این افراد حتی امروز هم مثل که آگهی ما رو هم برداشته همین آگهی که ما هر روز میزنیم ور میداره و میزنه اینجا این فرد ما ریپورتش کردیم به فیسبوک و داریم سعی میکنیم که این سفر رو از بین ببریم اینه که خیلی ها هستن به نام ما یا کلیسا باز میکنن یا صفحه فیسبوک باز میکنن میخوان از اس، اسم استفاده بکنن برای هدف های خودشون اگه برین توی قسمت ویدیوهاشون هاشون میبینین که این بعضی از این ویدیوها ها زدیت داره با کلیساهای دیگه و هدفشون اینه که مثل که با اینا در جنگن با کلیساهای دیگه در جنگن و میخوان از اسم ما استفاده بکنن برای هدف خودشون اینها نمیدونم یه ایماندار نمیتونه یه ایماندار باشه که این سفر رو باز کرده این بایستی حتما یک غیر ایماندار یه مسلمون بایستی باشه که میخواد بین مسیحیا شورش بندازه و جدایی بندازه یه چیزی که در مورد من میدونید من هیچ وقت راجع به هیچ کسی نظریه یا قضاوت نمی کنم اینه که این از این بایستی پی ببرین که این صفحه متعلق به ما نیست با اینکه همه چیزهای ما رو ورداشته میذاره اینجا و البته چیزهای خودش هم میذاره ما بین اینها اینجا ضد آقای کشیش هرمز صحبت میکنه اینه که این صفحه متعلق به ما نیست صفحه ای که متعلق به ماست صفحه اصلی ما رزا صفحه افیشل و بعد تی بی این نجات تی وی این دو تا صفحه ماست اینه که این حتی افراد ببینید اینجا می که اینها رو پاک کنید که البته ما سعیمون رو داریم می کنیم با فیسبوک تماس گرفتیم ولیکن متاسفانه خیلی سخته فیسبوک جواب داریم سعیمون رو میکنیم که این سفر رو وردارن ولی باز متوجه باشین که صفحه اصلی ما رزا صفا و بعد تی بی این نجا تلویزیون تی تی وی اینه که این افرادی که این کار دارن میکنن هدفشون اینه که تفرقه بندازن بین کلیساها و من هر چقدر موافقت. موافق نباشم با تداریس افراد دیگه هیچ وقت اول اینکه اسمشون رو استفاده نمی کنم بعد اینکه دومی که قضاوتشون نمی کنم و ضدشون به هیچ نفس صحبت نمی کنم. نه در اینجا نه در جای دیگه اگر تداریسی که بدن اشتباهه که خیلی تداریس اشتباه میدن اون تصحیحش اینه که کلام میگم کلام خدا اینو میگه اینه که راجب افراد حرف بزنم اینه که این سفر رو مواظب با باشید لطف کنید به همه اعلام بکنید این صفحه کشیش رضا نیست کشیش حالا گفتم من هیچ وقت خودم کشیش خطاب نمی کنم. برادر رضا اینه که همه بدونن این صفحه متعلق به ما نیست و این صفحه صفحه دروغینیه حتما یا جمهوری اسلامی رو باز کرده یا افرادی که زدیت دارن با آقای هرمز و با ایشون در جنگن میخوان از اسم ما استفاده بکنن و ایشون بپرن حال اینه که خیلی مهمه این اینو بدیم. اوکی میخوایم بریم به امروز درس ما راجع به رومیان کتاب رومیان میخوایم از آیه یک بخونیم رومیان باب یک گفتم آیه به آیه میخوایم بخونیم ولی قبل از اینکه اطلاع کوچیکی راجع به رومیان کتاب رومیان بدیم به منطق خیلی از الهیدانان میگن رومیان مهمترین کتابی که در تاریخ انسان منم به این معتقدم وجود داره چون که نقشه خدا رو در مورد نجات انسان از طریق عیسی مسیح برای ما آشکار میکنه آقای مارتین لوتر که یکی از بزرگترین افراد مسیحیت شاید بشه خطابش کرد که این بیداری بزرگ و نهزت پروتستانتیزم و توی مسیحیت شروع کرد در قرن پونزه هم ایشون آلمانی بودن کشیش کاتولیک آلمانی بود که متوجه شد کلیسای کاتولیک خیلی ضد انجیل تعلیم میده و اعمالش ضد انجیله و ایشون تز نوشت و روی در ایک کلیسای در آلمان به نام در شهر نورنبرگ زد و از اونجا این نهزت پروتستان یعنی اونایی که اعتراضیون شروع شد و بعد انجیل در اون زمان حق نداشت افراد انجیل رو به زبان محلیشون بخونن به زبان لاتین میخونن که اکثرا نمیفهمیدن ایشون انجیل رو ترجمه کرد به زبان آلمانی و بعد این شروع شد و انجیل بین مردم پخش شد و بیداری بزرگی در اروپا به خاطر این مرد شروع شد ایشون میفرماید به انگلیسی میخونم و سعی میکنم ترجمهش بکنم میگه رومیان it is true masterpiece of the new testament میگه رومیان یک کار فوقلاده یه

شاید بعضی شما بتونید but also <coughs> that he should daily deal with it as the daily bread of men و اینکه هر روز بایستی با این کتاب رفتار کرد به عنوان یک قضای نفس for it can never be too much or too well read or study چون هرگز نمیشه این کتاب رو زیاد مطالعه کرد و زیاد خوندتش and the more it is handled و بی هرچی بیشتر با این رفتار بکنی the more precious it becomes برای شما این کتاب با تر میشه and the better taste و لذت بیشتری یا مزه بیشتری خواهد داشت. اینطور که میدونیم نویسنده این کتاب پولس، پولس رسوله این نامه رو پولس به کلیسای در روم می‌نویسه که اکثر این افراد غیر یهودی بودن. چند نفر یهودی بینشون وجود داشت ولی اکثرا غیر یهودی بودن همونطور که میدونید روم مرکز هم از لحاظ ارتشی هم از لحاظ تجارتی هم از لحاظ فرهنگی روی زمین بود میشه گفت روم نیویورک اون زمان بود از همه لحاظ روم میدونید بزرگترین امپراتوری که زمین تالا به خودش دیده و از لحاظ فرهنگی از لحاظ ادبیات از لحاظ ارتش از همه لحاظ روم سر همه چیز بود در اون زمان یه مثال میذارم که همه جاده ها به روم ختم میشه اینه که همه چی مثل اینکه الان امروز هر چیزی که توی دنیا کار بیزنسی انجام میشه از طریق بانک از طریق نیویورک رد میشه این هم اینطوری بود همچین واقعیتی داشت اینه که همه از همه جای دنیا می اومدن که اونجا یه مرکز تجارتی داشته باشن تا اونجایی که ما میدونیم هیچ کدوم از رسولان خداوند به روم نرفته بودن و همین همین همینطور در آیه باب یک آیه سیزده می بینیم که ای برادر من نمیخوام بی خبر باشید که بارها قصد داشتم نزد شما بیایم اما همیشه چیزی مرا از انجام آن باز داشته است اینی که میبینیم حتی پولوس هم در این شهر تالا نبوده ولی که کلیسای روم پولوس و رسول خودشون میدونستن ابته این زدیت داره به اون عقیده ای که کاتولیکا معتقدند که کلیسای روم به وسیله پتروس شروع شد این مطابق انجیل نیست اکثر افرادی که توی کلیسای روم بودن از لحاظ مادی اینا میشه گفت کلاس متوسط رو داشتن نه خیلی پولار بودن نه خیلی فقیر بودن اکثرشون کار م... یا چی میگن چیز تجارتی داشتن همچنین چند نفر برده بین اینها بود و بعضی از اعضای خانواده سزار سزار به فارسی نمیدونم چی میگیم اینه که همه اینا در مسیح یکی شده بودن در کلیسا و بعضی هاشون در خونه ها هم جمع می در رومیان باب 16 چند تا آیه می بخونیم اینجا که بیشتر توضیح میده راجع به کلیسا آیه پنج میگه به کلیسایی که در خانه آنان تشکیل میشود سلام برسانید من به دوست عزیز اپنتوس که اولین شخصی بود که در استان آسیا به مسیح ایمان آورد نیز سلام میرسانم در آیه ده میگه و به اپولیس مقبول مسیح و به خانواده ارست بولوس سلام برسانید به هموطن من هیرودیون و ایمانداران خانواده نیرکسوس اینکه اینجا میبینیم توی خون های مختلف اینا جمع میشدن برای جلسات آیه چارده میگه سلام مرا به اسونکرتیس <تصفح> اسمها خیلی مشکله فلیگان، هرماس، پتروباس، هرمیس و مسیانی که بانو هستند و فیلو یگانس، جولیا، نیریایس، و خواهرش و آلی می پی و همه ما که با ایشانن برسانید ببینید مردم چی فکر میکنن وقتی اسمای ما فارس دبانا رو میخونن اینه که میبینیم اینجا یک تعداد افراد توی این کلیسا تو خونه ها جمع میشدن کتاب رومیان در 58 بعد از مسیح نوشته شد در این زمان پولس بیش سال بود که مسیحی شده بود و در مورد چیزهای روحانی روش کرده بود به حدی که میتونست این کتاب رو بنویسه مزمور یا چی میشه گفت هدف این اه، یا ثیم این کتاب هدف این کتاب یا مجموعه میشه گفت مجموعه تدریس مجموعه تدریسات این کتاب مجموعه رومیان در مورد نیکی مطلقه نیکی مطلق اینو ما در آیه یک باب یک آیه 16 و 17 اینو ما میبینیم باب یک آیه 16 و 17 میگه زیرا من از انجیل خجل نیستم از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که به آن ایمان آورد اول یهودیان و سپس غیر یهودیان وقتی میگه انجیل منظورش چهارتا کتاب متا مرقس و لوقا یوحنا نیست به طور کل اول قرنتیان باب 15 آیه یک تا چهار راجع به انجیل صحبت میکنه که انجیل چیه مرگ مسیح رفتنش به دنیای مردگان و برخواستن از دنیای مردگان اینو بهش میگیم انجیل آیه 17 میگه زیرا انجیل نشان میده که خدا چگونه آدمیان را نیک میشه مارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است چنانکه کتاب مقدس میفرماید شخص نیکو به وسیله ایمان زیست خواهد کرد اگر بخوایم این کتاب رو طرحش رو بریزیم اوتلاینش رو بریزیم میشه گفت اینا رو بنویسید شما که من بنویسم رومیان یک از آیه یک تا باب سه تا آیه بیست باب یک آیه یک تا باب سه آیه بیست راجب احتیاج انسان ها احتیاج انسان به نیکی مطلقه رومیان یک باب یک تا رومیان سه باب بیست اینا رو بنویسید این داریم طرح کتاب رومیان رو توضیح میدیم رومیان باب سه رومیان باب 3 آیه 21 تا رومیان باب 3 آیه 26 راجب مهیا کردن نیکی امتلا از جانب خدا سه باب سه آیه 21 تا سه باب باب سه آیه 26 راجع به مهیا کردن نیکی مطلق به وسیله خدا رومیان باب رومیان باب چهار رومیان باب چهار از آیه یک تا 25 و پنج دریافت نیکی مطلق نیکی مطلقی که خدا مهیا کرد به وسیله ایمان نیکی ایمان مسئله اصلی در این باب به وسیله ایمان رومیان رومیان باب پنج آیه یک تا بیست و یک نیکی مطلق که خدا مهیا کرده عیسی مسیحه رومیان 51 یک تا بیست یک نشون میده که نیکی مطلقی که خدا ازش صحبت میکنه برای ما مهیا کرده عیسی مسیح رومیان باب شیش رومیان باب شیش آیه یک تا رومیان باب 8 آیه 39 رومیان باب 6 آیه 1 تا رومیان باب 8 آیه 39 نیکی مطلق به وسیله ایمان دریافت شده و این نیکی مطلق از طریق روح القدس در زندگی یک ایماندار به عمل میرسد نیکی مطلق به وسیله ایمان دریافت میشه خدا مهیاش کرد وسیله عیسی مسیح به وسیله ایمان دریافت میشه و به وسیله روح القدس در زندگی یک ایماندار به حقیقت میپیوند یا به عمل میرسه رومیان باب رومیان باب 9 آیه یک تا رومیان باب یازده آیه سی و شیش راجع به اسرائیل هدف خدا برای اسرائیل و اینکه چرا اسرائیل نیکی مسیح را مطلق مسیح را رد کرد خدا رو بخاطر به اونایی که قبول کردن ولی اکثرا رد کردن بخش خیلی مهمیه راجع به هدف خدا راجع به اسرائیل قومش و آینده اسرائیل هم صحبت میکنه و بعد رومیان خاتمه پیدا میکنه با باب دوازده آیه یک تا باب شونزده باب آیه بیست و هفتش راجع به اینکه که نیکی مطلق تجربه نیکی مطلق در زندگی یک ایماندار اینه که میشه گفت باز مرور بکنیم اینو نیکی رومیان میشه گفت رومیان راجه به نیکی مطلقه مرگ مسیح رفتنش به دنیای مردگان برخواستن از دنیای مردگان کاری که از این سه عمل کرد مسیح برای ما انجام شد آیه یک باب یک آیه یک تا باب سه آیه بیست راجب به احتیاج انسان انسان بایستی نیک بشه تا بتونه در حضور خدا بیشته باب سه آیه ای بیست یک تا باب 3 آیه 26 راجع به اینکه خدای نیکی مطلق و برای ما از طریق عیسی مسیح مهیا کرد. باب 4 آیه 1 تا 25 راجع دریافت این نیکی مطلق به وسیله ایمان صحبت میکنه نه به وسیله عمل بلکه به وسیله ایمان. و بعد رومیان باب 5 آیه 1 تا 21 صحبت میکنه که مسیحی نیکی مطلق کاری که مسیح کرد از طریق مرگش رفتنش به دنیای مردگان و برخواستن از دنیای مردگان و بعد رومیان باب 6 آیه 1 تا 8 هشت، باب 8 هشت آیه 39 صحبت میکنه که نیکی مطلق از طریق روح القدس در زندگی یک ایماندار به عمل میرسه باب 7 با تا باب 9 با 9 آیه 1 تا 11 یازده، باب 11 یازده آیه 36 راجبه اسرائیل صحبت میکنه هدف خدا برای اسرائیل خطاب خدا برای اسرائیل و چرا اسرائیل نیکی مطلق رد کرد و بعد رومیان باب دوازده آیه یک تا شونزده آیه بیسا هفت آخرین بابش راجبه تجربه نیکی مطلق در زندگی یک ایماندار صحبت میکنه اینه که رومیان واقعا یک کتابیه که طرح نجات و طرح نیکی مطلق و طرح زندگی که خدا برای انسان معین کرده معیان کرده این طرح رو برای ما چکار میکنه باز میکنه گفتیم این کتاب میشه گفت پولس این کتاب رو از به مورد احتمال خیلی زیاد از شهر قرنت نوشته چون که در بعضی جاها اینو میگی این آیاتو من می آیات زیاد داریم بنویسیم این که این لطف کنید اینا رو بنویسید نوت دارید در مورد این رومیان باب 16 آیه یک راجع به این سنچرا صحبت میکنه که یکی از بندرهای قرنت بود رومیان باب 16 آیه 23 راجع به گایو صحبت میکنه که ان اراسوس اراستوس اراستوس این افراد افرادی بودن که در قرن زندگی میکردن که به احتمال زیاد رومیان از شهر قرنتوس نوشته شده گفتیم رومیان در رومیان در آخر میدونی که پولوس سه تا سفر میشینری داشت آخر سفر میشیونری سومش سومش این کتاب رو مینویسه در سال 56 تا 58 میلادی یا بعد از مسیح اینو میبینیم در رومیان رومیان باب پونزده آیه بیشت و وقتی داشت اورشلیم رو ترک میکرد اه اه برای اون افرادی که محتاج بودن یه آقای هست به نام فوبه فوبه فارشیش نمیم میگم رومیان باب 16 آیه یک اینو میبینیم که این کتابو میرسونه به دست رومیان اینه که رومیان باب یک راجع به شروعش راجع به خدمت پولس رسول صحبت میکنه که میخوایم اناجیلمون رو باز بکنیم به رومیان باب یک و آیه یک میگه از طرف پولس بنده ایسای مسیح یا غلام عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فرا خوانده است کلمه پولس میخوام این آیه رو جدا به جدا مقایسه بکنیم کلمه پولس معنای پولس به زبان لاتین یعنی کوچیک کوچک ریز کوچک ریز اسم از زبان پاولوس میگن پولوس نوشته شده به فارسی ولی به زبان یونانی پاولوس یا به زبان لاتین هم همچنین اگر شماره بخواید نگاه کنید شماره سترانگز شماره ۳۹۷۲ و, و قبلا اسم پولوس شاول بود به زبان یونانی ساولوس که معناش این بود که خواست میشه گفت خواست خواست یه فرد یا اون چیزی که داره یا تقاضا خواست یا تقاضا در اول قرنتیان باب 15 آیه نه میگه زیرا ما از تمام رسولان او کمتر هستم کوچکترم و حتی شایستگی آن را ندارم که رسول خوانده شوم چون بر کلیسای خدا جفا میرسانیدم می اینه که پولس یه یکی از درداش این بود به خاطر گذشتهش، من فکر کنم همین بود که باعث عذابش میشد در قرنتیان باب دوازده دوم قرنتیان باب دوازده به خاره توی چشش فکر کنم همین مسئله بود که کلیسا رو جفا میرسوند و شیطون اینو اذیتش میکرد به خاطر اون گذشتش میدونیم که شاول گذشته سخت یهودی داشت از قبیله بنیامین بود در شهر یونانی تارسوس در قسمت استان سیلیسیا که امروز در ترکیه هست ترک بود <applause> شاول ترک بود که البته اون زمان به روم متعلق بود و در اعمال باب 22 آیات رو بنویسیم فکر نکنم جا نوشته باشیم اعمال اعمال 22 آیات 28 و 29 راجع به اقامت صحبت میکنه که این مقیم روم بود اقامت روم رو داشت و کاملا در مورد امپراتوری روم و چیزی که داشت آگاه بود در مورد یونانیا آگاه بود در مورد یهودی ها آگاه بود و همچنین غیر غیر یونانیا اونایی که بهش میگفتن باربریان وحشی ها یونانی ها افرادی که خارج از یونان بودن میگفتن افراد نفهم یا باربری یا اینا وحشی هن. چون فرهنگ نداشتن اون زمان یونان مرکز فرهنگ و ادب و ادبیات و فرهنگ فلاسفه و غیر ازالک بود یهودی هم افرادی که غیر یهودی بودن خطابشون میکردن سگ خارج از فهم روحانی هن. اینه که ما فارسا واقعا هیچی اون زمان نبودیم از لازم از دید دیگران اینه که پولس زیر یک ربی استاد یهودی بزرگ شد اعمال باب پنج اعمال باب پ آیه ۳چ این رو میبینیم اعمال باب پ آه ۳چ و در مورد قوانین شریعت میشه گفت پولس یک حالت استادی پیدا کرد باز اینرو در اعمال باب 2۲ اعمال باب 22 و در آیه 3 همچنین در غلاطیان باب 1 آیه 14 اینو میبینیم پولس همچنین یک چادر ساز بود چادر می و از این طریق خودش رو حمایت می کرد اعمال باب 18 اعمال باب 18 آیه 3 و همچنین اول قرنتیان باب چهار آیه دوازده و باب 9 آیه هیجده اینو ما میبینیم اینی که پولس از لحاظ واقعا از همه لحاظ خدا اینو محیاش کرده بود برای رسالتی که خدا بهش داده بود یه رسول حالا بعد راجع به کلمه رسول صحبت میکنیم یه رسول یه فردی که از همه لحاظ خدا مجهزش کرده یه سازنده است یه بنا کننده است به فارسی ما میتونیم بگیم یه معمار یه معمار حالا تو ایران معمار شاید فرق بکنه با اینجا ولی اینجا یه معمار یه کسیه که لایسنس همه چی رو داره جواز برق داره جواز لوله کشی داره جواز آب داره جواز فریمینگ خونه رو چارچوب خونه رو درست کرده، اینجا رو خونه رو با چوب درست میکنن که چارچوبش خیلی قوانین داره حتی پیچایی که استفاده میکنه قانون داره مثلا ایالت کالیفرنیا به خاطر زمین لرزهایی هایی که میشه این پیچایی که این چوبا رو به هم وصل میکنن توی چارچوب خونه پیچای مخصوصیه این چیزهایی که به هم وصل میشه دو تا قسمت به هم وصل میشه این فلزی که استفاده میکنه فلز مخصوصیه که وقتی خونه تکون میخوره مثلا پر روز من پر شب ساعت چهار از خواب بیدار شدم تختم اینطوری داشت میلرزید 5 ثانیه 6 ثانیه همچین چیزی تخت من اینطوری تکون خورد زمین لرزه شده بود اینجا من می کردم سقف خونم داره میاد پایین ولی بلند که شدم هیچ چیزی نشده بود به خاطر این طرز ساختیه که ایالت کالیفرنیا باش افرادی که خونه ها رو میسازن این جواز بهشون داده میشه اینجور جور موارد واسه استفاده کنم به خاطر زمین از که اگه زمین تکون خورد تا یه حد اینا این خونه آزار بهش نرسه اذیت نشه شکست نشه خونش اینه که یه معمار همه اینها رو میدونه از همه لحاظ مجهز از همه لحاظ سواد داره فهم داره اینه که یه کسی نیست که یه فردیه که از همه لحاظ این خدا اینو مجهزش کرده از لحاظ دانش از لحاظ فیض از لحاظ قدرت از لحاظ قوت از, همه لحاظ این فرد مجهز برای اینکه بتونه بنا بسازه بناسازه خونه سازه و این مسئله خیلی مهمه بعد راجع به این صحبت میکنیم که خیلی حسن امروز من واقعا خدا رو شکر میگم از یه لحاظ که توی ایران الان آزار و رنج وجود داره دولت اسلامی ایران جلوی کلیسا رو گرفته از یه لحاظ این برکت فکر کنم چون که اگر آزادی بود کلیسای ایران میتونست مسیحیت رو از بین ببره به خاطر این گذشته ای که ما داریم به خاطر این نفس انسانی به خاطر این ستیز جویی و دست بندی که در بین ما هنوز وجود داره و خیلی هم بد شده از اون زمانی که انقلاب شده این باعث شکست کلیسا می شد که الان می بینیم در خیلی جاها مسئله اتفاق میفته. افته دست بندی و جدایی و ضد هم دیگه رفتار کردن و حالا این فردی که این مثلا این وبسایت رو درست کرده به اسم ما این اگه مسیحی باشه وای به حالش اگه مسلمون باشه میفهمم چون مسلمون ها کارشون تفرقه و جدایی و غیبت و بدگویی و دروغ و ببین فرد چقدر زحمت کشیده اکسای ما رو ورداره اسم ما رو استفاده بکنه خیلی این همچین صفحه ای درست کردن خیلی طول میکشه ببین این چقدر در قلبش تنفر وجود داره که انقدر داره به جای اینکه یه چیز خوب بسازه اینقدر تحریزه ریزه که یک کسی رو به هم بریزه دو نفر رو به هم بریزه این چیه این ذات شیطانه ذات ذات انسانیه که زیر سلطه شیطانه انجیل میگه خدا از شش چیز بعدش میاد از هفتمی تنفر داره هفتمی میدونی چیه کسی که بین برادرات تفرقه بندازه این شیطان فقط این کار شیطانه نفسش روح شیطانه اینکه اگه شما یه مسیحی هستی و تفرقه میندازی بین کلیسا شما تحت تاثیر شیطون قرار گرفتی حالا امکان داره شیطون درت نباشه اگر ایماندار نیستی حتما شیطون درته اگر این فردی که این سفر رو درست کرده مسلمونه این روح شیطون وارد شده یه روح پلید وارد شده که این کارو بکنه ولی اگر شما ایماندار هستی مسلم روح پلید وارد نمیشه ولی میتونی تحت تاثیرش قرار بگیری تحت تاثیر اون چون انجیل میگه کسی که از برادر خود متنفر باشه قاتل اول یوحنا باب 3 آیه 15 و هیچ قاتلی دارای حیات جاودان نیست حالا بعضی هستن ایماندارن ولی اون کینه و تفرقه بینشون وجود داره ما توی کلیسامون توی اسپانیا یه فردی بود این بین همه تفرقه انداخته بود همه رو به هم ریخت این فرد من هنوز که هنوز ازش میشنوم موزگر شده هر جایی میره ازش خبر بد میشنم اینی که افرادی هستن که فکرشون تجدید نشده زندگی گذشتهشون هنوز ادامه پیدا میکنه اگه توی زندگی گذشتهشون در زندگیشون جنگ و جدال و ستیزه و غرور وجود داشت همون غرور همون ستیزه جویی میتونه در بعضیشون ادامه پیدا بکنه اگر واقعا قلبشون کاملا عوض نشده بعضی هنوز توی زندگی گذشتهشون زندگی میکنن اون رفتاری که در گذشته داشتن اون کرداری که در گذشته داشتن اینی که اگر شما یکی ایمانداری و تفرقه میندازی بین افراد شما تحت تاثیر شیطون قرار گرفتی و من بهت قول میدم این دونه که داری میکاری این دونه میاد محصول برات به بار میاره اگر شما بگی میری کلیسای بردر رضا صفان اگر حرفایی که بر درز و صفا میزنه خوشت نمیاد بیا بیرون برو یه کلیسایی که خوشت میاد چرا میری تو اون کلیسا ادامه میدی از این بد بگی به اون بد بگی اگه بین یه گروه هستی که ناراحتی از دستشون چرا میری اونجا یکی به من توی کلیسا ما گفت بعد از شما رو دوست نداری گفتم اگه من دوستت ندارم اینجا چی کار میکنی چرا میای اینجا خیلی ها من نمیخوام برم یه جایی که برم یه رستوران غذا بخورم که آقا بیاد یه دونه سر ما <تصفح> ای بابا ما با اینجا غذا بخوره از ما پذیرایی بکنی ما داریم پول میدیم برای این مسئله اینه که چرا شما میری یه جایی که دست شبانه شکایت داری اگه, ش... اگه, شکایت داری اگر تدریسش خوب نیست اگر مرامش خوب نیست اگر حرف زدنش خوب نیست اگر میترسی ازش هر چیزه چرا میری اونجا به جای اینکه بری اونجا و ازش بد بگی پیش حسن و حسین و علی و تقی و نقی و امامزاده ها بیا بیرون برو یه جایی که تشویق میشه یه جایی که برکت میبینی یه جایی که خوبه یه جایی که راحتی اینه که بردار از شما این کارو کردی بردار از شما رفتار ای بابا اگه اینقدر ناراحتی بیا بیرون کسی زورت نکرده مجبورت که نکرده اینجا آزادیه برو یه جایی که درست به نظر شما درسته اینه که این تفرق انداختن و بد گفتن این کار شیطانه مخصوصا بین برادرها تفرق انداخت این از اون بد بگی از این بعد بگی بین اینا جدایی بندازی این خیلی کار اشتباهیه و صدمات زیادی داره اینه که برای من خیلی عجیبه یه فردی که مثلا این صفحه ای ما رو باز کرده این چقدر زحمت کشیده چقدر تنفر توی قلبشه بایستی یه باشه نمیتونه یه مسیحی باشه یه مسیحی غیر ممکنه بتونه راهش رو ادامه بده اینطور در قلبش کینه وجود داشته باشه ضد یه فردی که بخواد به همه ثابت بکنه این فرد اشتباهه رضا صفا تدریس اشتباهه بری به همه دنیا بخوای سعی کنیم مگه شما پلیس شدی پلیس خدا شدی خدا انقدر قدرت نداره خودش یکی رو یکی از فرشتهاشو برفسه یا یک کاری بکنه با قدرتش که جلو این فرد رو بگیر. شما شدی پلیس خدا شما میخوای بگی چی درسته چی غلط مثل اینکه شما همه چی رو میدونی اینه که این طرز مسیحیت نیست مسیحیت مرام صلح آمیز مرام محبت مرام بناسازی تشویقه نه خراب کردن دیگران من دست بعضی بعضی موقع انقدر شکایت پیدا میکنم شاکی میشم که میخوام بگیرمش یه مش بزنم تو صورتش ولی با این زدن من که اینا بنا نمیشن با زدن من با بعضی از اعضای های ما میومدن من گفتم برزا به ما خواهش میکنم بگو ایراد ما چیه <applause> اگه ایرادشون رو بگم دیگه نمیان پیش من فکر میکنن خیلی آدم های خوبی هن کامل میخوام بگم مثلا یه ایراد کوچیک داریم نمیدونن این حرفی که دارن میزنن این جامی که میخوان بریزن آب بریزن توش این جامه خیلی جا داره و خیلی بزرگی اینکه که ایراد ما رو اگه ایرادشونو رو بهشون بگم تشویق نمیشن بنا نمیشن موقعی که ایمان ما آوردیم خدایا روح القدس فرستاد که هی به ما نیش بزنه بگه لذا این اشتباه این اشتباه این بد اینت بد اینت بد این بابا بعد از این مدت دیگه خدا رو ول میکنیم میگه از خدا از من خوشش نمیاد مثل قرآن میشه بسی یه آیش راجع <تص ukivit> اینکه خدا گناهکاران رو دوست نداره بیست یه آیه مختلف راجع به گناه های مختلف صحبت میکنه من یه روز همه اینا رو که جمع کردم دیدم جمع انسان هاست اینه که الله هیچ انسانی رو دوست نداره بی دلیل نیست میخواد همه رو بکشه داعشی ها درست میگن خدا میخواد برگزیده که آدم ها رو بکشن مسیحیت این نیست مسیحیت ایمان یعنی با سول زندگی کردن با محبت تشویق کردن عیب نگرفتن بنا کردن محبت کردن اگر یکی اشتباه میگه تعلیم اشتباه عنوان مثال میده برای من اشتباه بگم حسن آقا داره تا این تعلیمش خیلی اشتباه اصلا چرا اسم آقا رو بیاری اگه این تعلیم اشتباهه میتونیم در مقابل تعلیم صحبت بود این تعلیم دادن در مورد این مسئله اشتباه انجیل اینو میگه بعد ثابت بکن از طریق آیه میگه به حرف خودت هم نباشه خیلی این. به برادر رضا چیه به برادر حسن و حسین و علی و تقی نیست تعلیم چیز روحانیه این فرد اگه تعلیم اشتباه میده اشتباه شنیده اشتباه فکر میکنه اشتباه هم صحبت میکنه شاید نمیدونه واقعا شاید یکی باس بهش یاد بده اینه که با دعوا کردن کسی یاد نمیگیره با کشیده زدن توی گوش افراد و صفحه فیسبوک درست کردن که کسی چیزی یاد نمیگیره اینی که این روش مسیحیت نیست این روش اسلامه اسلام هدفش جنگ و ستیزه و دعوا و فوش و لعنته اینه که بدونید هر جایی همچین مسئله پیش اومد اون فرد یا اگر مسیحیه یا زیر اراده شیطان قرار گرفته زیر تحت تاثیر شیطان قرار گرفته یا اینکه مسیحی نیست اینه که مسیحیت یعنی محبت ناسازی تشویق اگر تشویق نباشه کلیسا معنا نداره کلیسا میشه مسجد اگر محبت و بخشش نباشه کلیسا نیست این شما جمع شدی چند تا سرود مسیحی میخونی بعد جلساتون که تمام میشه از اونجا میرین جلوی همدیگه قربون صدقه میری پشت همدیگه حرف میزنی این مسیحیت نشد این شد این یه فرم دیگه ای اسلام یه فرم اپگریدد اسلام یه فرمی که رنگ به هیز دادی چی میگن از جای برقی میزنن به یه چیزی برق بزنه برقیش کردی جالبش کردی قبلا نه جلو رود وا میستادن حالا میرن پشت سر این مسیحیت نیست این ایمان نیست این انجی نیست کلیسا جای بناسازیه همه توی کلیسا که میان برای رشد میان مثل بیمارستانه بیمارستان تا حالا شما رفته بری اونجا دستت بریده باشه داره خون میریزه یکی دیگه آقا چرا خون داره میریزه از دست بابا برای همین اومدم بیمارستان شما چرا انقدر رفتار اینطوره چرا برای همین اومده کلیسا روش پیدا بکنه اینی که از هم شکایت کردن و بد گفتن و غیبت و دورویی و اینی که اول از همه اگر کلیسایی میری که از شبان شاکی نرو اونجا اشتباه کارت اگر شبانشو دوست داری اگر بهش گوش میدی اگر قبول داری تعالیمشو اوکی و این به این معنا نیست که اون شبان کامل هر کاری که میکنه کامل باشه و با اعضای کلیسا سعی کن با صلح و سلامتی زندگی بکن اوکی ما هنوز درسمون هم شروع نکردیم وقتمون تموم شد کتاب رومیان انقدر پره اوکی رومیان کتاب <تصحنت> رومیان در آیه یک پولس میگه بنده قلام عیسی مسیح اگر بخواین ما یک کتابی داریم به نام شرانگز شرانگز این لغات انجیلو تعبیر میکنه به زبان انگلیسی توی انگلیس توی اینترنت میتونید پیدا بکنید مجانیه این شماره رو که بزنید 1401 هر کلمه یه شماره ای داره شماره رو که بزنید این کلمه ای که پولوس اینجا استفاده میکنه دولوس دولوس یعنی بنده یا غلام از کلمه دیو میاد دیو یعنی بستن یکی رو بستن یه کسی که این کلمه دولوس یعنی یه کسی که از طرف دیگر از طرف یک فرد دیگر در بند است در بند عیسی مسیح دیگه بنده دیگه بنده گناه نیست دیگه بنده شیطان نیست یا بنده انسان نیست یا بنده شریعت نیست بلکه بنده ایسای مسیح ایسای خداوند فرمود در متا باب شیش آیاتو بنویسید متا باب شیش آیه 24 میگه هیچ کس نمیتواند بنده دو ارباب باشد چون یا از اولی بدش می آید و دومی را دوست دارد و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر میشمارد شما نمیتوانید هم بنده خدا باشید و هم در بند مال این مشکله یا بنده پولی یا باس بری پول در بیاری یا بایستی خدا رو خدمت بکنی اگر خدا رو خدمت بکنی خدا برکتت میده در پول آوردنت من بارها به افراد گفتم روزی که روز کلیساست در اون روز کار نکنید روز خداونده خدا هفت روز هفته رو به ما داده یه روزش رو بذاریم برای خدا سر کاری که میری میگی با شنبه بیا یک شنبه بیا کار بکنی بگو اگه میخوای من یک شنبه کار کنم من اینجا کار نمیکنم اگه میخوای من کار کنم یک شنبه متعلق به خداست بعد از ما با کار و ما اجازه نده برو یه کار دیگه بگیر نمیتونی هم خدا رو بردگی بکنی هم خدا رو ستایش بکنی هم خدا رو دنبال بکنی هم پول دنبال بکنیم دیگه بر از کار دیگه گیر چرا اگر با ایمان قدم بزنیم دعا بکنی خدا بده کاری میده چون کلامش جای اول رو داره چون کلامش میگه از شراکت های مسیحی قفلت نکنی فرمان خداست اینه که اگه خدا اینو گفته حتما باید یه مهیا بکنه برای ما که ما بتونیم زندگیمون خرج و دخلش در بیاد اینه شما نمیتونی هم بخواید دنبال پول بری در بیاری هم بیای کلیسا اگه مثلا با ماشین کار میکنی ساعتی مثلا 200 دلار در میاری میای کلیسا 5 ساعت دست بین میره میگه بابا این 5 ساعت من میتونم هزار دلار در بیارم یا هزار دلار یا 5 ساعت با یه سری افرادی که درد سر زیاد دارن بشینی شراکت بکنی چای بخوری غذا بخوری دوستشون داشته باشی تشویقشون بکنی بیای بیرون واقعا اگر اینه که میخوای بری اونجا از اونها شکایت بکنی برو اون 5000 برو اون دلار در بیاره بهتره برات تا اینکه بیای با اینا بشینی غذا بخوری مطلق بهشون بندازی بعد بشینی پشت سرشون غیبت بکنی یعنی هم 1000 دلار از دست دادی هم این شراکت رو از دست دادی اینه که کارت درست بکن راه درست برو اینه که نمیتونی هم خدا رو خدمت بکنی هم پولو من زمانی که خدا منو خطاب کرد برای خدمتش من سخت می جنگیدم چون اون زمان خانواده من میخواستم من یه فرد تحصیل کرده باشم من به این فکر بودم که من اگه موزگر باشم فکر میکنم موزگر ها اون زمان فکر میکردم که یه موزگر آخونده من گفتم من نمیخوام آخوند بشم ما از آخوندا بعدمون میاد اون زمان الان خوشم میاد ازشون دوستشون دارم برشون دعا میکنم ولی اون زمان از آخوندا بعدم میومد میگم خدا من نمیخوام آخوند بشم من میخوام یه اینی که جنگیدم با خطاب خدا می جنگیدم خدا من خطاب کرد برم اسپانیا خدا رو خدمت بکنم در بین ایرانیا من رفتم توی شهری از شهر خودمون توی سوئد بلند شدم رفتم شهر جنوب توی گوتنبرگ وارد مدرسه خیلی مهم بزرگی شدم به نام چالمرز اینه که خطاب خدا ما نمیدونیم هم خدا رو خدمت بکنیم هم خواست خودمونو رو این نیست که همه میگیم خدا رو خدمت بکنیم همه خادم تموم وقت بشن ولی به طور کل خدا بایستی همه جای اول رو توی زندگی ما داشته باشه در زندگی زناشوییمون در زندگی مادیمون در زندگی روزانمون خدا بایستی جای اول رو داشت اگر میخوای زندگیت برکت ببینه اگر میخوای کارت برکت ببینه یعنی که وقتی شما جلسه کلیسای هست میری کار میکنی من بهت قول میدم اگر ایمانداری داری جلوی برکاتتو رو میگیری چون اون روزی که کلیسا نمیری و میری کار میکنی اون روز یه کلامی خدا برای تو داره که باعث برکت زندگیت میشه اینه که یا کارت یا شغلت برو اوبر برون برو بلال درست کن <تصفح> بلال بلال درست کن من بچه کنم بلال درست میکردم بیرون بیرون خونمون برو بلال درست کن بلال سرخ کن یه ذره پول در آوردن بهتره با خدا راه رفتن تا یک عالم پول در آوردن و زندگی پر از دردسر و مشکلات بدون برکت اینه که برکت چقدر مهمه برکات خدا چقدر مهمه من افرادی میشناسم که اینا بی نهایت پول دارن ولی توی زندگیشون برکت نیست چه معنایی داره همه پول دنیا رو داشته باش ولی برکت نباشه توی زندگی قوت نداشته باشی روح چاد نباشه اینه که این کلمه دولوس بردگی یعنی من زیر یک فرمان یک فرد دیگه هستم خواست خودم و هدف خودم و دنبال نمی کنم. من زیر یک اربابم زیر خواست اربابم هدف من برای زندگی اراده اربابمه انجام خواست اربابمه من تماما خودم و تسلیم اراده برده ها اینطور بودن دیگه برده ها خوش و خاص نداشتن کجا برن کجا چی کار بکنن چی کار نکنن امروز بیان سر کار نیان سر کار این کار رو بکنن هیچ کدوم اینها نبود بلکه اینها کاملا تحت فرمان اربابشون بودن اناجیل رو نگاه بکنیم آیات مختلفی مثلا ابراهیم مزمور 105 آیه 6 و 42 راجع به این صحبت میکنه که ابراهیم برده خدا بود موسا دوم پادشان باب 21 آیه 8 ملاکی باب 4 آیه 4 میگه موسا برده خدا بود یوشع باب 24 آیه میگه یوشع برده خدا بود اعداد باب 14 آیه 24 میگه کالب برده خدا بود ایوب باب 1 آیه 8 میگه ایوب برده خدا بود دوم سمویل باب 7 آیه 58 میگه داوود برده خدا بود آموس باب 3 آیه 7 و زکریا باب 1 آیه 6 میگه نبی های عهد عتیق برده خدا بودند و اشیا باب 42 آیه 1 و 53 آیه 11 میگه اینا خادم مسیح بودن تمام تمام انبیای خدا یک برده میگه من اربابم و دوست دارم خونواده من بچه های من متعلق به ارباب من هستن هر چیزی که من دارم هر چیزی که هستم از جانب اربابمه و به اون تعلق دارم وقت ما تموم شده متاسفانه خدا رو سپاس میگیم به خاطر امروز ادامه میدیم به این درسمون فردا راجع به این تدریس رومیان که رومیان چی هست فیض خداوند با شما باشه تا فردا